یو یو دیدی چی جوری آقا؟ یو 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 سلام، من مددی هم میخوام بهتون قیمت هایی. خب تموم شد، خیلی تاثیر گذار بود. سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل من خوش اومدین، احتمالاً ویدیوهای قبلی رو دیدین. اگر ندیدین پیشنهاد میکنم که نگاه کنین. من دکتر داروسازم و در مورد روش‌های مهاجرت به امریکا صحبت میکنم، در مورد سفرها و تجربیاتم ویدیو به اشتراک میذارم. امروز هم میخوام که در مورد هزینه‌های اپلای کردن برای تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا صحبت بکنم، اینکه چه هزینه‌هایی داره از 0 تا 100. پس با من همراه باشید. یکی از هزینه‌هایی که شما باید انجام بدید هزینه ترجمه مدارکتونه، تمام مدارک تحصیلی که تا به حال داشتین و به همراه ریز نمرات، که ریز نمرات رو از دانشگاه میگیرید و حالا هر دانشگاهی با قوانین مشخص خودش در واقع به شما ریز نمرات رو میده و شما میبرید برای ترجمه. اگر هم که مدرکتون وابسته به در واقع نظام پزشکی هستش و مدرکتون گروه دانشگاه هست، که یه هزینه هم بابت آزادسازی مدرک دارید که یه جوری هر سال هم داره قیمتش بالاتر و بالاتر میره، خب اینم باید در نظر داشته باشید. مدرک بعدی که باید ترجمه بکنید، اگر آقا هستید باید مدرک پایان خدمتتون رو ترجمه بکنین، اگر که متأهل هستید عقدنامه رو باید ترجمه بکنین و یه گواهی سوء پیشینه هم باید از سامانه سنا بگیرین و ترجمه کنین. در مورد مدرک بعدی که میخوام صحبت بکنم، مدرکی هستش که هم اثبات تمکن مالی شماست، هم اثبات بازگشت شما به کشوره، همون بندتایی که قبلا راجع به در واقع همون تعلق شما به کشور صحبت کرده بودم، توی اینستا توی یوتیوب براش مطلب گذاشته بودم، اینجا هم هست که خب هزینه یا در واقع اون مدارکی که شما دارید برای تمکن، اگر که ملکی سندی چیزی به نام شما هست، اینا رو هم باید ترجمه بکنید و به هزینه هاتون اضافه بکنید. مدرک بعدی که باید داشته باشید کارت زرد واکسیناسیونه، که توی هر شهری که هستین به مرکز بهداشت اون شهر مراجعه میکنین، از کودکی هر واکسنی که زدید رو براتون فایل میکنن و توی کارت مینویسن. اگر هم واکسنی نیاز به دوز یادآور داشته باشه و نخواین توی کشوری که در واقع سفارت آمریکا هستش و میخواین اونجا مصاحبه بکنین مدیکال رو انجام بدید، توی ایران میتونین اون واکسنا رو تزریق بکنین و براتون توی کارت در واقع علامت بزنن که این واکسنا رو تزریق کردین. هزینه اینم باز هر سال متغیره، ولی خیلی جز هزینه های بالا محسوب نمیشه. پول اوله، بعد کارت زرد، دوتاشو باید داشته. کارت قرمزی هم خواهد کارت قرمز باشی اصلا از ایران نمیتونی خارج، اصلا نمیشه، اصلا دیگه شما حرف نزن، بشین سر جا. مدرک بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم، که باز هزینه هاش خیلی هزینه زیادی توی اون هزینه های اصلی که شما باید انجام بدیم به چشم نمیاد، هزینه عکاسیه که باید عکس بگیرید برای هم حالا پاسپورتتون، هم برای ویزایی که دریافت میکنید، عکسایی که مورد پذیرش سفارت باشه و یه سری سوابق بیمه و سوابق کاری هم اگر نیاز باشه که ارائه کنید، برای دریافت اونا هم باید یه هزینه جزئی رو بپردازید. چیو دوست نداشتید؟ صدا رو دوست نداشتم. مهم نیست، محتوا مهمه که جذاب باشه. خب میریم سراغ مدرک بعدی. یکی دیگه از مدارکی که شما باید ارائه بکنید سی وی و رزومه هستش، هم از نظر تحصیلی هم از نظر کاری. اگر خودتون بلدین که رزومه برای خودتون درست بکنین و بنویسین که چه بهتر، اگر نه یه هزینه ای هم باز باید اینجا انجام بدین که بدین به اشخاصی که اینا رو در واقع واردن و کارشون همینه براتون آماده بکنن، که خب خیلی کار راحتیه، یعنی اگر یک مقدار دوره‌هاشو بگذرونین یا ویدیو در موردش ببینید در مورد نحوه نوشتن رزومه، این هزینه رو هم باز جلو میافتین. هزینه بعدی در مورد اخذ مدرک زبانه. اکثر دانشگاه‌های آمریکا هم در واقع با تافل اوکی هستن، هم با آیلتس اوکی هستن. یه سری از دانشگاه هم که مدرک دولینگو رو قبول دارن، که باز باید توی اون دانشگاهی که میخواین اپلای بکنید برید و شرایطش و ریکوایرمنتاش رو نگاه بکنید ببینید که چه مدرک زبانی رو قبول دارن. مدرک زبان هم هزینهش، یعنی یه متغیریه که خب خیلی عددش میتونه مؤسسه به مؤسسه، شخص به شخص، معلم خصوصی یا کلاس عمومی در واقع فرق بکنه. اون زمانی که من کلاسشو میرفتم، یعنی تقریبا 2021-2022، برای هر دوره 12 جلسه 1,900,000 بود. الان تا جایی که قیمت دارم به 6-7,000,000 رسیده و بستگی به پایه زبانتون هم داره، ممکنه که 1 سال 2 سال و حتی بعضن با 6 ماه بتونید که کارو جمع کنین. به یک سری از رشته ها هم که احتمال زیاد خودتون در جریان هستید، مدرک GRE میخوان. هزینه
آزمون جیاری هم $220 اگر اشتباه نکنم، که خب اینم باز باید با توجه به قیمت دلار حالا جزو هزینه‌هاتون حساب بکنید. هزینه آزمون تافل و آیلتس هم تقریبا توی ایران دوروبر 6 میلیون تومان. اقدام دیگه‌ای که باید شما انجام بدید و بابتش هزینه پرداخت بکنید، گرفتن پذیرش از دانشگاه است، که برای این کار در واقع هر دانشگاه یه اپلیکیشن فی مخصوص خودشو داره، به طور نرمال بین 50 تا $100. و بعد از اینکه به شما نامه پذیرش میدن، نامه I-20 یا I-20 رو در واقع میگیرین، به شما روی اون نامه یه کد سرویس میدن که اون در واقع کد سرویس هم یه مبلغی داره، باید اون رو پرداخت بکنید. حالا هر چقدر تعداد دانشگاهی که براش اپلای میکنید بیشتر باشه، خب این هزینه طبیعتاً بالا میره. اگه به فرض برای 10 تا دانشگاه اپلای میکنین، شما باید یه چیزی اگه مثلا $100 هر کدوم باشه، $1000 اینجا برای هزینه های اپلیکیشن فیتون در نظر بگیرید. سینویس بذارید لحظه. چیو دانلود کنیم؟ اپلیکیشن فی. اپلیکیشن فی رو آره از بازار و اپ استور و گوگل پلی میتونی دانلودش کنی. مورد بعدی، بعد از اینکه شما میخواین فرم DS-160 که توی ویدیو قبلی توضیح دادم چه نوع فرمی هست، اگر که بخواین اون در واقع فرم DS-160 رو سابمیت بکنید، بعد هزینه پرداخت بکنید. و موقعی که میخواین نوبت سفارت بگیرید، نوبت سفارت هم برای ویزاهای تحصیلی، حالا شما هم میتونید دبی رو بگیرید، هم میتونید ارمنستان رو بگیرید، هم میتونید سفارت آمریکا در کشور ترکیه رو انتخاب بکنید، به طور نرمال فکر میکنم $185 باشه برای امسال نرخ در واقع رزرو کردن وقت مصاحبه. اینو همکارم میگه که پایین‌تر قیمت داره، گرونه نمیارسه. خب مورد بعدی میشه هزینه‌ای که شما بابت رفتن به مصاحبه باید پرداخت بکنید. اینم یکی از متغیراییه که خب خیلی میتونه عددش بالا پایین بشه بر اساس اینکه شما چند نفر هستین، معیارتون برای سفر کردن چیه، تور میخواین بگیرین یا شخصی میخواین سفر بکنین، و اینکه چه هتلی بگیرین، هزینه رفت و آمدتون، همه اینا باز متغیراییه که توش تغییر میکنه. ولی حالا اونم به طور نرمال اگر برای یک سفر یک هفته‌ای در نظر بگیریم، تقریبا باید نفری $1500 رو فکر می‌کنم برای این موضوع کنار بگذارید. و در نهایت بعد از اینکه مدارکتون رو پست کردید به دانشگاه و یک هزینه‌ای هم هزینه پست داره، میرسیم به گرفتن بلیط برای سفر به کشور امریکا، که به امید خدا وقتی همه این کاراتون انجام شد، پذیرش رو گرفتید، مصاحبه رفتید و ویزای تحصیلیتون رو گرفتین، بعد اقدام کنید برای اخذ بلیت، که خب بلیت هم باز بستگی داره کاملا به معیارهای خودتون، هم پروازهای مختلف، کلاس پروازهای مختلف هست، و اینکه خب ایرلاین‌های مختلف هم معمولا قیمتاشون فرق میکنه. خیلی از ایرلاین‌ها هم به خاطر اون شرایط استودنت‌های استودنت کلابی دارن که شما میتونین عضوشون بشین و یه تخفیفی هم بابت خرید بلیت از زیر مجموعه استودنت کلاب دریافت بکنین. نم چی؟ لینک نداری؟ لینک تخفیف اینجا میذارم بکشیم بالا. نه من لینک تخفیف ندارم، ولی میتونید در کانال دیگه داشت. مرسی. آره کانال دیگه داشت، میتونید از اون کانال بگیرید. خلاصه این میشه 0-100 هزینه های اپلای که تقریبا با همکارم نشستیم بررسی کردیم. چقدر شد حدودن هر نفر؟ آره با کمترین چیزی که در واقع ما حساب کردیم که هزینه ها رو خود شخص خیلیاشو انجام بده، نخواد کار رو به کسی دیگه بسپاره، تقریبا $2,300-$2,400 شد هزینه هاش. ولی خب این هزینه میتونه متغیر باشه، شما اگر به مؤسساتی بدید که برای شما ویزای تحصیلی میخوان عقد کنن، این مبلغ بالاتر هم میره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. سعی کردم که یه چیزی که به نظر خودم میومد از 0 تا 100 هزینه هایی که باید برای اپلای انجام بدید رو لیست بکنم، که در جریان باشین هزینه حدودی چقدره، و اینکه به هر حال شرایطیه که ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، هزینه های وسط این راه ممکنه اضافه بشه که خب دیگه چاره‌ای براش نیست. و در نهایت هم اگر هر سوالی داشتین، ممنون میشم که توی کامنت ها بنویسین و من پاسخگو خواهم بود. مرسی.